سلام به همگی شما. با پاندمی کرونا جهان درگیر بزرگترین بحران از جنگ جهانی دوم تا کنون شده. برای همه کشورها صورت مسئله اصلی خروج موفقیت‌آمیز از این بحران با به حداقل رساندن تلفات انسانی و آسیب‌های اقتصادی است. ایران ما اما یک وضعیت فوق‌العاده و استثنایی داره، چون همزمان با دو دشمن در جنگه. یک دشمن نامرئی، همان ویروس کرونا یا کووید 19، و یک دشمن مرئی، کرونای ولایت. استبداد مذهبی حاکم که سیاستهاش و تمام طراحی‌هاش یک هدف واحد رو دنبال میکنه: حفظ حاکمیت به هر قیمت، حتی به قیمت از دست رفتن جان میلیون‌ها تن از مردم ایران. در برنامه ماتریس این هفته میخوایم به فرضیه‌ها و چشم‌اندازهای پیش روی رژیم حول این سؤال اساسی بپردازیم: آیا رژیم میتونه از بحران کرونا فرصت یا جرعه حیاتی برای حفظ حکومتش بسازه، یا به عکس این بحران اون رو به سمت فنا و سقوط سوق خواهد داد؟ ما میخواییم با شناخت ماتریسی از عوامل سیاسی و اقتصادی و ماتریسی از تهدیدها و فرصتها که برای رژیم وجود داره، نگاه عمیق‌تری به وضعیت ایران بیندازیم و ببینیم تا جایی که به کشور ما و رژیم حاکم بر اون مربوط میشه، چه چشم‌اندازها و چه مسیرهایی محتمل هست و در هر کدوم از این فرضیه‌ها چه آینده‌ای برای کشور ما رقم خواهد خورد. ما رو در برنامه ماتریس همراهی کنید. در برنامه امروز برای بحث در رابطه با فرضیه‌های محتمل در ارتباط با بحران کرونا در ایران و مسیرهای پیش روی رژیم دعوت کردیم از آقایان علی‌الدین توران و افشین علوی که میهمان برنامه ماتریس باشند. سلام میکنم خدمت شما و درود به شما. با سلام خدمت شما و تشکر از اینکه به من اجازه دادین در خدمت شما و بینندگان عزیزتون باشم. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون و متشکرم از اینکه این فرصت رو دادین که با شما باشیم در این برنامه. خب این سوال و مسئله اساسی رو در مقدمه من مطرح کردم، اینکه بحران کرونا چه سرنوشتی رو برای رژیم پیش رو میاره. این رو میشه از جنبه های مختلفی بررسی کرد، ولی شاید مهمترین اونها سه تا دسته بندی باشه: یکی وضعیت اقتصادی رژیم هست، سیاست خارجی که رژیم در دوران پسا کرونا و از همین الان در پیش میگیره، و وضعیت جامعه ایران، چشمانداز قیام و جنبش‌های اجتماعی. برای شروع گفتگومون آقای علوی، من میخوام شما در زمینه اقتصادی بهمون توضیح بدین. یک مقدمه کوتاه من بگم: سال هاست که رژیم با بحران‌های متعددی در زمینه اقتصادی روبرو بوده. بعد از خروج آمریکا از برجام و سلسله‌ای از تحریم‌ها که تا همین الان هم ادامه داره، به طور خاص تحریم‌های نفتی، این مشکلات رژیم بهش اضافه شده و تشدید شده انزواش، و الان میبینیم که با توجه به وضعیتی که کرونا به وجود آورده و بحران پیش اومده بر اثر شیوع کرونا، رژیم خلاصه یک وضعیت خاصی رو باش مواجه هست. در این رابطه چه چشم‌اندازهایی در برابر رژیم قرار داره؟ چه انتخابهایی رو میتونه بکنه؟ آیا مثلا این یک فرصت استثنایی نیست که رژیم بتونه بهش متوسل بشه و از بنبست اقتصادی خارج بشه، مثلا تحریم‌ها رو به نحو چشمگیری کاهش بده یا اصلا لغوشون کنه، یا نه مسیر متفاوتی رو رژیم طی خواهد کرد؟ در این زمینه چه فرضیه هایی رو میشه در نظر گرفت؟ بله، من شوقی رو که بیشتر محتمل هستش رو بهش میپردازم، ولی قبل از اون میخواستم توجه رو به این امر جلب بکنم که کلن وضعیت اقتصاد کنونی ایران در چه حالتی هستش. در واقع اقتصاد تحت حاکمیت رژیم آخوندی گرفتار پنج محدودیت اساسی هستش. این پنج ضلعی محدودیت ها عبارت هستند از اختلال در انباشت سرمایه، همچنین بسیار
مخارج و هزینه هایی که رژیم در زمینه های سگانه داره، یعنی صرف امنیت خودش، صرف مطامع ژئوپلیتیک خودش در منطقه و همچنین رانت هایی که در خصوص سیاسی توضیح میکنه که جزء این هزینه ها هستش. در درجه سوم این محدودیت ها در واقع ناتوانی های رژیم در این باز تولید اجتماعی هستش. سپس بحران تقاضا هستش که به دلیل افت شدید قدرت خرید مردم به وجود اومده و در آخر هم این محدودیت ها تخاصم طبقاتی بسیار شدیدیه که هر روز هم شدیدتر میشه. 5 تا محدودیت رو شما برشمردید، اختلال و در انباش سرمایه، هزینه ها و و و، اما به تحریم های بین المللی اشاره نکردین. در این محدودیت ها چرا تحریم های بین المللی که اینقدر هم جدی هست بهش اشاره کردیم در مقدمه، جزء محدودیت های رژیم شما بهش اضافه نمی کنید؟ تحریم ها هم مهم هستش و بهش میپردازیم، ولی من اینجا فقط به این محدودیت های بنیادین که ابر بحران کنونی رو دامن زده اشاره کردم. تحریم ها تأثیر و نقش پارامتریک داره، کما این که این افت و رکود عمیق ناشی از کرونا هم همینطور. خب حالا بپردازیم به شقوقی که محتمل هست در زمینه اقتصادی بعد از این محدودیت‌های رژیم که شما برشمردین. چه تابلوها، چه فرضیه‌هایی پیش روی رژیم در زمینه اقتصادی قرار داره؟ خب اولین فرضیه اینه که رژیم تحت فشار بحران کرونا مثل بسیاری دولت‌ها و حکومت‌ها بیاد مخارج زیادی رو صرف جامعه و صرف مردمش بکنه، یعنی مخارجی رو اختصاص بده به خلاصه رفاه و بهداشت مردم، صرف مبارزه با پدیده کرونا در جامعه و همچنین ضرر و زیان ها و رکود ناشی از اون رو در زمینه اقتصادی جبران بکنه، کما اینکه بیکاری رو. البته رژیم هیچ اقدامی در این زمینه تا کنون انجام نداده، ولی من دارم از این به عنوان یک فرضیه صحبت میکنم. در این صورت خب سرمایه های انباشته شده در دست ستاد اجرایی فرمان خمینی یا بنیادهای مثل بنیاد مستضعفان یا آستان قدس و هلدینگ های سپاه و بسیج و نیروی انتظامی در این صورت بایستی بیان و خرج این بکنن که رفاه و بهداشت مردم و جامعه رو تامین بکنن، اون مسائل اقتصادی رو که به وجود اومده رو بتونن اینجوری جبران بکنن و به این صورت شغل‌های از دست رفته رو احیا بکنن و اقداماتی از این قبیل. البته در این صورت لاجرم باید بگیم که سپاه منابع خودش رو از دست میده و در این صورت ما شاهد خواهیم بود که اون اقدامات و فعالیت های جنس و سمت سرکوب در داخل کشور و همچنین ماجراجویی های جنگ طلبانه و تروریستی در خارج داره، اینا بدون پشتوانه خواهد بود. این معنیش اینه که در این صورت اگر در این مسیر رژیم گام برداره، یک سری تغییرات بنیادی و اساسی در سیاستهاش باید بده. حالا فرض کنیم اصلا کرد این کار رو و این تغییرات بنیادین رو، حالا چقدر محتمل باشه یا نباشه کاری نداریم، این تغییرات رو صورت داد، اگر تن بده به این تغییرات، اصلا چنین پولی و چنین سرمایه‌ای رو مگه در اختیار داره که بتونه اینطوری هزینه کنه برای مردم؟ بله، رژیم چنین منابعی رو داره، منتهی این منابع رو کنار گذاشته و یا اختصاص داده به سپاه پاسداران و همچنین به فعالیت‌های جنگیش که اشاره کردم در منطقه. خب من به هلدینگ ها و بانک های سپاه و همچنین بنیاد هایی که تحت
نفوذ خامنه‌ای هستش اشاره کردم، ولی علاوه بر این باید به یک سندی اشاره کنم که خیلی مهم هستش و اخیراً یکی از وزرای سابق رژیم در واقع به اسم یحیی آل اسحاق که الان از کارشناسان اقتصادی و مهره‌های مهم رژیم در این زمینه هستش بپردازم که من از رو براتون میخونم که این میگه که 18,000,000,000,000 تومان دارایی داریم که در اختیار دولت هستش که منجمد شده و 50% دارایی های بانک ها منجمده و همینطور بلا استفاده مونده. اون در ادامه توضیح میده که این دارایی هایی که منجمد شده رو میشه تبدیل کرد به دارایی های روان و جاری تا بشه مشکلات رو برطرف کرد. این هم اضافه کنم که درآمد نفت رژیم در دوران خامنه‌ای یعنی در 3 دهه گذشته بالغ به 3,000,000,000,000 دلار میشه. این رو اخیراً علی محمد نمازی نایب رئیس مجمع نمایندگان ادوار مجلس رژیم افشا کرده. بله، خب بعد از این توضیحات شما خیلی ممنون. برگردیم به مسیرهای پیش روی رژیم در زمینه اقتصادی. گفتین اولین مسیر اینه که رژیم از اون بنیادهای خودش بیاد هزینه کنه برای امور مردم. بله کاملا. یک مسیر دومی هم وجود داره و اون این هستش که رژیم با یک سری اقدامات و سیاست‌ها راه و مسیر لغو تحریم‌های آمریکا رو فراهم کنه. خب اگر بخواد در این مسیر گام برداره، یعنی پیشاپیش یک سری عقب نشینی‌هایی رو بایستی اتخاذ بکنه در زمینه همین ماجراجویی‌های منطقه‌ایش و جنگیش، در زمینه برنامه موشکی و هسته‌ایش. مسیر سوم اما مسیریه که در واقع یک سیاست‌هایی رو اتخاذ بکنه مشابه مثلا بالا بردن بهای بنزین که در آبان ماه هم به اون اقدام کرد، تشدید یک سری اقداماتی در زمینه بستن مالیات و عوارض، اونم به مردمی که خب امروز توانشون به لحاظ اقتصادی و مالی بسیار کم شده. خب این اقدام البته من جمله اقدامی مثل نرخ ارز رو بالا بردن برای اینکه یک درآمدی کسب بکنه، این اقدامات در واقع خطرات بسیار زیادی برای رژیم داره که اصلی ترین خطرش هم خطر یک قیام سراسری هستش. مسیر چهارمی که احتمالش هست که رژیم این رو در واقع توش بیفته، این مسیریه که در واقع هیچ کدوم از این سیاست‌ها رو نتونه اتخاذ بکنه. در این صورت در واقع مهارناپذیری همین بحران‌ها و ریسک‌های ناشی از اون باعث میشه که اقتصاد رژیم سوخت پیدا کنه به سمت فروپاشی. بله، پس شما 4 مسیر رو ترسیم کردین. یادمون هست که خامنه‌ای در ابتدای امسال در شروع ماه اول سال فروردین ماه مثل هر سال که میاد نامگذاری میکنه، امسال رو هم سال جهش تولید نامگذاری کرد و گفتش که باید با کار 10 برابری تولید به جایی برسه که بر زندگی مردم تأثیر بگذاره. حرفای مشابه رو از آخوند روحانی هم شنیدیم در هفته های اخیر که دفاع کرده از همین جهش تولید. حالا شما ما بگین که این حرف خامنه‌ای در کدوم یکی از این دستبندی ها یا فرضیه هایی که شما گفتین قرار میگیره یا جا میگیره؟ بله، واقعیتش که این دعاوی خامنه‌ای باقی مانده اقتصاد رژیم رو هم رو به فروپاشی خواهد برد. خب این وقتی که صحبت از این میکنه که مثلا یک کار 10 برابری رو در واقع ترویج میکنه، خب این مستلزم این هستش که نیازهای رفاهی، نیازهای آموزشی، نیازهای غذایی و کلیه این نیازها رو برطرف بکنه تا بشه برای اون نیروهایی که باید 10 برابر کار بکنن. این رو از کجا میخواد بیاره؟ در واقع این کاملا در سمت همون شق چهارم هستش که بهش اشاره کردم. درآمد نفتی در 30 سال حکومت آخوندی 3,000,000,000,000 دلار.
دارایی منقول در اختیار دولت تحت امر ولایت فقیه 18,000 میلیارد تومان. دارایی ستاد اجرایی متعلق به خامنه‌ای حدود 100 میلیارد دلار. دارایی تعاونی‌های سپاه، نیروی انتظامی و ارتش تحت امر خامنه‌ای 300 میلیارد دلار. فروش ارز توسط رژیم برای غارت نجومی از سال 1382 تا 1396 283.9 میلیارد دلار. آقای علوی، مسیرهایی که در پیش روی رژیم هست در زمینه اقتصادی رو برشمردن. حالا برای فائق اومدن بر مشکلات عظیم اقتصادی که اون فرضیه‌ها پیش روی رژیم قرار داشت، چرا حلی وجود داره؟ رژیم دو تا کار کرده تا الان. یکی اومده وضعیت عادی جلوه داده، یا همون عادی نمایی، ترکیبی از سران و سرکردگان رژیم، خامنه‌ای، روحانی، علی ربیعی و تعداد دیگه‌ای از مهره‌های رژیم بهش مشغولن به طور روزانه. روحانی میاد کنفرانس مطبوعاتی میذاره، میگه همه چیز رو به راه، همه چیز خوبه، فروشگاه پر از جنس، مردم راضین، وضعیت ما از اروپا بهتره، و هی اینو تکرار میکنه، خسته هم نمیشه، امکانات درمانی مکفی داریم، ما حتی امکانات درمانی بهداشتیمون، یعنی رژیم میتونه اینها رو صادر هم بکنه. البته در کنار این دعاوی و ادعاها، یک کارزار گسترده رو رژیم در پیش گرفته، یک کارزار گسترده دیپلماتیک که اولش جواد ظریف و وزارت خارجه رژیم مشغول اون بودن و به تازگی روحانی هم بهشون پیوسته. رژیم خودش بهش میگه دیپلماسی کرونایی توی ادبیات مقامات رژیم. هدف از این کارزار هم سوراخ کردن دیوار تحریم هاست، یا کاهش تحریم ها، لغو تحریم ها، به هر حال به نحوی سوراخ کردن این دیوار تحریم ها. این تصویری که الان میبینین از یکی از مطبوعات رژیم، مجموعی از تماس هایی هست که در این مدت جواد ظریف با وزرای خارجه و مقام های سازمان ملل و اینها داشته، که خب همین کارزار رو و گستردگیش رو به میزانی نشون میده. آقای توران، به نظر شما چه مسیرهایی در این زمینه ممکنه پیش بیاد در سیاست خارجی رژیم؟ همینجور که گفتین شما، الان رژیم صحبت از یک کارزار میکنه. این به دنبال شاید حرفی باشه که خامنه‌ای زد، گفتش که ما باید کرونا رو تبدیل بکنیم به یک فرصت. فرصت خب در زمینه سیاست خارجی به این شکل ترجمهش کردن که یک کارزاری راه انداختن با هدف در ظاهر لغو تحریم ها. البته اگه این هدف بهش برسن، برای رژیم چیز کمی نیست و تمام توانی هم که داشته بسیج کرده، یک بسیج لابیاش در آمریکا و در خارجه، یک تقاضای وام اضطراری از صندوق بین‌المللی پول به مبلغ 5 میلیارد دلار که البته در مقابل پولهایی که رژیم داره چیزی نیست، ولی خودش یک نقطه شروع و بهانه برای مظلوم نمایی در خارج. ولی با این تناقض، همون که خودتون گفتین، در داخل میگه که ما حتی تخت بیمارستان زیادی داریم، آی سی یو آزاد داریم، ولی در خارج میره میگه که ما پشت تحریم دارن ملتمون کشته میشن به دست کرونا و به دادمون برسین. یه هدفی رو دنبال میکنه، خروج از انزوا، و اگر بتونه خب تحریم ها رو همونجوری که درخواست کرده از سازمان ملل و از مراجع مختلف ولو به طور موقت لغو بکنه، این یک پیشروی دیپلماتیک براش محسوب خواهد شد قطعا. این که موفق بشه یا نشه، البته باید گذاشت به عهده زمان. تا الان چیزی که تونسته حاصل بکنه، یکی دوتا موضع‌گیری خیلی سریع در سازمان ملل که بلافاصله با مطرح شدن وضعیت زندانیان سیاسی که رژیم آزاد نمی‌کنه، اونا در واقع دنبال نشد. در آمریکا یک حمایتی رو، یک نامه‌ای از طرف یک سری از شخصیت‌های معروف به حمایت از رژیم و خط مماشات با رژیم و لابی‌های رژیم، به شکل نامه درخواست از دولت آمریکا که این تحریم‌ها رو به طور موقت لغو بکنین یا تخفیف بدین. ولی در این حال هم مواجه شد با عکس‌العمل‌های حتی خیلی قوی‌تر. مثلا یک نامه‌ای از طرف 392 عضو مجلس نمایندگان از هر دو حزب، یعنی بیشتر از 90% نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا، به رئیس جمهور آمریکا که این تحریم‌ها رو لغو نباید کرد، تحریم‌های تسلیحاتی رژیم رو، و تحریم‌های در چارچوب قطعنامه 2231 سازمان ملل برجام. بله، البته تحریم‌هایی که اصلا باید خود به خود لغو بشه در اکتبر، ولی
این خود به خود نشون دهنده فضاییه که علیه رژیم وجود داره و باز نامه‌های مشابه بوده 50 نفر دیگه، شخصیت های دیگه، و نمیشه الان گفت قاطع، ولی صندوق بین‌المللی پول جواب مثبتی به رژیم نداده و نمیتونه علی القاعده بده، به دلیل اینکه عضو اصلیش آمریکاست، باید حتما موافقت بکنه. و بعد خیلی سریع افشا شد در این حال در سطح بین‌المللی، من جمله در کارزار در فعالیت‌های خود مقاومت ایران، که آقا رژیم مسئله‌اش مسئله پول نیست، پول داره، همینجوری که آقای علوی گفتن صدها میلیارد دلار در بنیادهای مختلف، در هلدینگ‌های مختلفش در قابل استفاده داره. مسئله نبودن پول نیست، بلکه مسئله اشتباه خرج شدن پوله. رژیم پول رو میگیره و خرج کرونا نمی‌کنه. مثلا کسی شک نداره، حداقل در ایران یک نفر فکر می‌کنم شک داشته باشه، که اگر هر پولی هم به رژیم به فرض محال داده بشه، یک دلارش خرج مبارزه با کرونا نخواهد شد، بلکه یا در سلسله فساد اداری ناپدید میشه، مثل این پولایی که الان دعوا سرش تو رژیم، یا این که خرج ماجراجویی‌ها و گسترش منطقه رژیم خواهد شد. و به هر صورت این دو فرضی هست، ولی تا اونجا که الان میشه گفت پیش نرفته این خطی که رژیم دنبال میکرد، ولی خب باید دید. خب اگر خودشون هم، یعنی اگر خود رژیم هم میفهمه و میدونه که احتمالش کمه یا احتمالش وجود نداره که این کارزار به نتیجه برسه، کارزار لغو تحریم ها، چون هدف اصلیش همین لغو تحریم هاست، چرا این میزان روش متمرکز هست با این گستردگی و ابعاد که الان تازه به گوشه ایش فقط اشاره کردیم، اون رو در سطح بین المللی پیش میبره و روی اون تمرکز کرده؟ خب ببینید، مثل هر پروسه دیپلماتیک دیگه صرفا نتیجه نهایی نیست که تعیین کننده است. خود این کارزار، وقتی به خصوص صحبت از کارزار میکنه رژیم، خامنه ای میاد میگه فرصت کرونا. فرصت کرونا به این معنی یک ماکسیمومی برای خودش داره که اگر موفق بشه به نوعی تحریم رو تخفیف بده یا لغو بکنه، خب یک دستاوردیه براش، هم پول گیرش میاد و هم از یک انزوایی که شدیداً برای رژیم الان مخرب و مهلک است یه مقداری خلاص میشه. یک مینیمومی هم داره که به هر صورت فرض کنین که هیچ موفقیت هم حاصل نکنه، نفس این کارزار و این سر صدا حداقل در صحنه بین‌المللی نوعی مشروعیت و مظلومیت برای رژیم ایجاد میکنه، که در هر تحول بعدی، که تحول بعدی قطعا در سمت و سوی ماجراجویی‌های منطقه‌ای، موشک پرانی و این قبیل خواهد بود، بتونه یه مقداری مشروعیت کسب بکنه و آما که اومدیم و شما ما رو تحریم کردین، چاره دیگه نداریم، و اینطور نیروهای خودش رو هم بتونه به اصطلاح جهت بده. حالا به صورت کلی برگردیم به همون سوال اولمون، چه وضعیت‌هایی در سیاست بین‌المللی بیشتر محتمل هست برای رژیم؟ حالا پیش بینی که بیشتر محتمل بودنش مشکله، ولی میشه گفتش که شاید بشه گفت سه راه وجود داره برای رژیم از خروج از این بحران. یا به احتمالی همین کارزار به نوعی نتیجه نسبی ولو اگر نه مطلق منجر بشه، یعنی بتونه رژیم رو با حدودی از انزوای بین‌المللی خارج بکنه، که لازمش همون عقب نشینی هست که گفتی. البته عقب نشینی که آقای علوی هم اشاره کردن، یعنی تو اون تابلو در روابط بین‌المللی هم خب حتما یک دستاوردهایی خواهد داشت، یک عده‌ای در اروپا، در حتی در آمریکا پشتش خواهند اومد و یک نفسی در اون زمینه خواهد کشید، ولی با همون الزاماتی که گفتن. در طرف مقابل هم همون راه حلی که الان رژیم تا حالا دنبال کرده، یعنی انقباض بیشتر، رفتن به سمت ادامه استراتژی، خط استراتژیک فعلیش، یعنی دنبال کردن سلاح‌های کشتار جمعی، گسترش در منطقه و صدور تروریست و بنیادگرایی در منطقه و سیاست نفوذش در کشورهای منطقه و در داخل، قطعا سرکوب هرچه بیشتر مردم ایران، این خط راه حل دومشه. و خب این وسط هم یه چیزی میمونه، یک سیاست به اصطلاح یکی به نل یکی به میخه، شبیه به چیزی که الان داره دنبال میکنه، ولی قطعا با پیشرفت وضعیت تحت شرایط کرونا این راه حل راه حلی نیستش که تداوم داشته، این راه حل گذرا و زود گذرا، باید به یکی از اون دو تا راه حل علل قاعده راه ببره. یکی از جنبه های این سیاست خارجی رژیم روی منطقه متمرکزه طبعا و اقداماتی که در منطقه انجام میده. اگر رژیم بخواد همون سیاست های قبلی خودش رو متناسب، یعنی همون یکی از فرضیه هایی که شما مطرح کردین، ادامه بده، به خصوص در کشورهای منطقه، آیا اصلا این کار امکان پذیر هست با توجه به شرایطی که
الان در وضعیت پاندمی کرونا به وجود اومده و بر اثر اون تغییراتی که رخ داده چه در ایران و چه در سطح بین المللی و منطقه، آیا این کار برای رژیم امکان پذیر هست یا نیست؟ والا امکان پذیر برای پیشبرد خط ممکنه نباشه، ولی انجامش به نوعی رژیم ناگزیر هست. یعنی با امکان پذیر بودن با ناگزیران فرق میکنه، چون یک صحبت از یک استراتژی میکنیم توسط رژیم که سالیان یک پایه راه بردی کارهای رژیم بوده، یعنی صدور تروریست و بنیادگرایی، دنبال کردن سلاح‌های کشتار جمعی، برنامه هسته‌ای مخفی که اگه مقاومت ایران افشا نکرده الان معلوم نیست به کجا رسیده باشه، و سرکوب در داخل. این سیاست نیست، سیاستی نیست که رژیم بتونه دنبال نکنه. در نتیجه این رو دنبال خواهد کرد، ولی حرفی که شما دارین این قسمت درستش اینه که رژیم قبلی نیست. بالاخره در اونچه که به رژیم برمیگرده و نیروی اصلی پیش برده این سیاستش که نیروی قدسش است، سرش که قاسم سلیمانی بوده، پریده در واقع نفر شماره دو رژیم میشه محسوبش کرد در این سیاست، اون که وجود نداره. پس رژیم قبلی نیست و هیچ کسی هم جانشین اون نیست. در منطقه هم خب با وضعیت عراق مواجه هستیم که الان چندین ماه حداقل به قدمت قیام آبان تا الان نتونسته رژیم هیچ راه حلی در بیاره برای عراق، و الان هم هیچ چشم‌اندازی نیست و به هیچ عنوان دیگه عراق قبلی برای رژیم نیست. حتی لبنان رو شاهدش هستیم که بعد از ماه‌ها وضعیت قفلی که بود، الان در هفته اخیر اصلا وضعیت انفجاری رسیده که مطلقاً به سمت و سویی که رژیم بتونه قدرت و کنترل سابقه داشته نیست. حتی در سوریه دچار مشکلات جدیه، هم پیمانانش مثل روسیه دیگه اونجور باش راه نمیان و الان کم کم عذرشو دارن میخوان. در نتیجه با این وضعیت منطقی و با اون وضعیت خود رژیم، البته حرفی که شما میزنین بتونه پیش ببره بسیار مشکله، ولی از اون طرف هم وقتی که توی اون دستگاه به خصوص بخواد حرکت کنه ناگزیر از این هستش که ادامه بده. بله، من فقط میخواستم اضافه کنم به این اشاراتی که در واقع خیلی روشن آقای توران کردن که وضعیت در لبنان بسیار هم این اواخر تشدید شده، یعنی یک دور بسیار شدیدتری رو گرفته که خب این خودش فکر میکنم اصلا در پیشبینی های رژیم نبوده. بله، که بلافاصله در اولین فرصت قیامی بس رادیکال تر شروع شد در هفته های گذشته. دقیقا. خب از صحبت هایی که توضیحاتی که آقای توران دادن، من اینطور برداشت میکنم که به طور کلی سه مسیر رو شما ترسیم کردین در رابطه با سیاست خارجی رژیم. یکی گفتین که رژیم میتونه از وضعیت به وجود اومده به عنوان یک فرصت بهره ببره و در نهایت این به ایجاد رابطه با آمریکا و بهبود رابطهش با غرب به طور کلی منجر بشه، نتیجهش هم میشه خب لغو تحریم ها. یکی دیگه اینه که این تلاشاش به جایی نرسه و عقب نشینی هم نکنه رژیم، چون توی اون یکی شق باید عقب نشینی میکرد از سیاستاش، در این صورت تحریم ها تشدید میشه و اضافه هم میشه. و دیگر این که به عنوان در واقع یک فرضیه دیگه شما مطرح کردین که وضع موجود رو رژیم به نحوی ادامه بده، یا همونی که اصطلاحا هم بهش میگیم کجدار و مریض، همین وضعیت رو ادامه بده. بله، البته اگه بتونه ادامه بده. خب در بخش قبلی بحثمون اشاره شد به از سرگیری قیام‌های عراق و لبنان و خشم متراکمی که در این کشورها وجود داره. همین وضعیت در ایران هم هست و بسا شدیدتر هم به چشم خوره. یعنی اون صورت مسئله‌ای که قیام آبان 98 به خاطر شکل گرفت، نه تنها از روی میز برداشته نشده بلکه تشدید شده. فقر، بدبختی، گورخوابی، کارتون خوابی، زیرزمین خوابی به تازگی شنیدیم و انبوه بدبختی‌هایی که مردممون روزانه با اون دست و پنجه نرم میکنم. حالا سوال این هست که آیا با توجه به وضعیتی که بحران کرونا تحمیل کرده، اصلا امکانش هست که جنبش های اعتراضی سر بردارن و قیام هایی شکل بگیره؟ آیا رژیم دست بازتری برای سرکوب و خفقان نداره یا برعکس؟ بالاخره در زمینه جنبش های اجتماعی و قیام مردم ایران چه مسیرهایی در پیش رو هست؟ بفرمایید آقای توران، اول شما. فکر میکنم خیلی سریع اگه بخوایم یه جواب یه کمی عمیق‌تری به این سوال بدیم، باید دید که وضعیت الان رژیم نه یک شبه به وجود اومده و نه یک شبه هم از روی میز میتونه برش داره رژیم حذف بکنه صورت مسئله رو. ما الان مواجه هستیم با یک سلسله قیام هایی که در ایران رخ میده پشت سر هم با فاصله کم،
نباید فراموش کرد که در ایران ظرف 100 سال اخیر اصولاً خیزش‌های اجتماعی حاصل تلاش و جنبش و حرکت طبقه متوسط و روشنفکر بوده و با حمایت طبقه کارگر. حتی سرنگونی شاه در قیام ضد سلطنتی و یا جنبش ملی دکتر مصدق و قصه الازاد. ولی رژیم خمینی با دجالگری از اول ادعای این رو داشت که حمایت طبقه مستضعف به قول خودش رو داره و خودش رو دولت حامی مستضعفان و کذا و کذا جا میزد و همین مستضعفین بود که در جنگ ایران را در کوره جنگ به کشتن میداد. واقعیتی که رخ داده اینه که 4 دهه سیاست مخرب اقتصادی و اجتماعی رژیم همین طبقه متوسط رو که عامل و موتور حرکت اجتماعی در ایران بوده به نوعی مزمحل کرده، به این معنی که قسمت اعظم این طبقه متوسط رفتن به طبقات پایین تر، به اون چی که موسوم است به آسانسور اجتماعی، به طبقه پایین رفتن. یعنی این طبقه قسمت اعظمش باشد همش به طور عمودی خودشون در مفسرین و تحلیلگرهاشون صحبت میکنه از حرکت عمودی، طبقه عمودی میگن به این طبقه، یعنی طبقه ای که از طبقه متوسط الان در طبقه پایین و فرودست به قول خودشون وجود داره و این طبقه چیزی نداره برای از دست دادن. و این جنبش هایی هم که در طی حداقل 2 دهه اخیر ما شاهدش بودیم در رژیم همش ناشی از همین حرکت است. سال 78 یک جنبش دانشجویی و روشنفکری، 88 یک جنبش با شکل ظاهری سیاسی ولی باز با همون طبقه متوسط، ولی در سال 96 به گفته خود تحلیلگر رژیم کاملا بافت این جنبش و تظاهر کنندگان عوض شده. و در 98 که اساسا میگن کسایی هستن که هیچ وجه حتی هیچ خواسته ای از این رژیم ندارن و اصلا رژیم رو به هیچ عنوان در هیچ نقطه پاسخگوی خودشون نمیدونن و تنها خواستهشون سرنگونی و نفی کامل و مطلق این رژیم هست. در نتیجه ما شاهد این هستیم که جنبش بسیار رادیکالتر شده، طبقه ای که بشه به هر عنوان کنار بیاد با رژیم در صحنه نیست الان و فاصله این جنبش ها به طور تصاعدی کمتر میشه، تصاعدی منفی منظورم است. یعنی اون چیزی که 10 سال طول میکشه الان شده 2 سال و بعد 1 سال و حتی مثل چیزی که شاهد بودیم بعد از سقوط هواپیمای اوکراینی ظرف چند ماه. حالا شما به این مسئله بحران کرونا رو هم که اضافه بکنید، مطلقاً این بحران نمیتونه در جهت خاموش کردن این حرکت و این جنبش اجتماعی پیش بره، بلکه بالعکس به درجات تشدید خواهد کرد. در نتیجه منطقی ترین و به اصطلاح محتمل ترین وضعیت اینه که هرچه سریعتر و هرچه بیشتر با قیام‌های بیشتر و عمیق‌تر که فقط و فقط هم جواب خودشون رو در سرنگونی و کنار گذاشتن کل رژیم می‌بینن جوابش رو جستجو کرد. و این چیزی که خود رژیم هم به اندازه کافی الان در انواع اقسام نفراتش در موردش صحبت می‌کنند. آقای توران، شما تغییراتی رو که در چند دهه اخیر در جامعه ایران اتفاق افتاده با قیام‌های پی در پی و تغییر اونها در کیفیت و البته در ابعاد هم بود، اینو شما بهش اشاره کردین و توضیح دادین. با توجه به نکاتی هم که گفتین در رابطه با قیام مردم ایران و اینکه کرونا وضعیت به وجود اومده بر اثر کرونا نمیتونه تاثیر جدی داشته باشه برای خاموش کردن اون، ولی خوبه رو آینده صحبت کنیم که به هر حال چه خواهد شد، چه فرضیه‌های محتمل هست، چه چشم اندازهایی ممکنه در مورد قیام پیش بیاد. حتما که فرضیه‌های مختلفی هست و رژیم هم در فرضیه های دیگه ای ثبت نام کرده. آقای علوی، شما چه فرضیه هایی رو به نظرتون باید مد نظر قرار بدیم در رابطه با قیام و جنبش های اجتماعی؟ بله، به طور کلی فرضیه های مختلفی هستش. اولین فرضیه این هستش که فاجعه بحران کرونا و تشدید مرگ و میر در داخل ایران منجر به این بشه که جامعه به درون خودش فرو بره و از اونجا که امکان ساده تجمعات وجود نداره، در واقع ما شاهد یک نوع دامنگیر شدن یأس و انفعال در درون جامعه بشیم که این در ادامه خودش یک سری واکنش هایی رو مثل تشدید اقداماتی مثل خودکشی و خودسوزی در درون جامعه رو دامن بزنه.
واقعیت اینه که رژیم روی این شق حساب باز کرده و در واقع یک کشتار بزرگ ناشی از کرونا چه بسا که مطلوبش هم باشه. شق دیگه این هستش که اقدامات و سیاست‌هایی که رژیم به کار می‌بره منجر به این نشه که بحران رو بتونه مهار بکنه و در اثر در ادامش ادامه پیدا بکنه و منجر به تشدید بحران‌ها در زمینه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حتی تضادهای درونی رژیم و فشارهای بین المللی بشه و این وضعیت یک نوع فروپاشی درونی رژیم رو به همراه داشته باشه. بعضی تحلیلگران درون رژیم به این شق میپردازن، البته منظور اونها فروپاشی توأم با خلأ هستش که امروز در جامعه ایران به واسطه حضور یک نیروی سازمان یافته مقاومت و به طور خاص کانون‌های شورشی در داخل ایران چنین قیامی، چنین تحولی، فروپاشی خود به خودی، بله فروپاشی خود به خودی منطقاً نمیتونه در یک فروپاشی کور باقی بمونه و شکل یک سرنگونی هدفمند رو به خودش میگیره. ولی این یک پرانتزی بود که میخواستم در رابطه با این شق باز بکنم. شق سوم که شقی هستش که خیلی در درون رژیم بهش در واقع بها میدن و کوک اون هستن، احتمال وقوع یک قیام سراسری هستش. در این رابطه در واقع این فرضیه و این تابلو مبتنی هستش بر گسترش فقر و همچنین دامنگیر شدن مسائلی که امروز به واسطه این بحران دامن زده شده در زمینه خلاصه اختلافات و تفاوت‌های طبقاتی، تمام سرمایه‌های برباد رفته و در این زمینه این تصور بسیار قوت گرفته که در یک قیامی با بعد طبقاتی شکل خواهد گرفت که در واقع بسیار رادیکالتر از حرکت‌های گذشته خواهد بود و توأم با قهر خواهد بود. این در واقع یک فرضیه‌ایه که بسیار برای رژیم هم وحشتناک هستش و تحلیلگرای رژیم الان مستمر و بیشتر از همه دارن نسبت به اون هشدار میدن. برای این هشداراشون تکیه دارن به یک سری استدلال‌ها که من چند تا از اونها رو یادداشت کردم که اینجا بهش اشاره بکنم. من جمله این که وجود ده‌ها میلیون مردم گرسنه زیر خط فقر، گرانی روزمره کالاها که هی بیشتر میشه و فشاری که به خانواده ها میاد، این که بیش از 90% کارگران و کارمندان ایران الان زیر خط فقر هستند و این فاصله دهشتناک طبقاتی که روز به روز ثروت ها و از جیب در واقع دهک های پایینی جامعه بیرون کشیده میشه و میریزه توی جیب سردمدارای رژیم و یا این بالایی های سپاه و نزدیکانشون، از طرف دیگه 35 میلیون حاشیه نشین و ساکنان غیر رسمی یا شبه رسمی شهرها و همچنین بیکاران، گورخوابها، زباله‌گردها، کودکان کار و فجایع و بلایای اجتماعی که محصول این حاکمیت غارت و چپاول هستش. وقتی این وضعیت در کرونا و بحرانش ضرب میشه، در واقع یک آتشفشان عظیمی رو در واقع شکل میده که آماده انفجار هستش. ضمناً من میخواستم به این هم اشاره بکنم که در تداوم همین جنبش‌های بزرگی که در ایران صورت، جنبش‌های اجتماعی که در ایران صورت گرفته از سال 78 و آقای توران اشاره کرد بهش و به این نکته که اینها مستمر در حال افزایش و در حال شدت گرفتن بودن از اون موقع و شیب بسیار تندی گرفتن، اینها در واقع قبل از کرونا که خب قیام آبان ماه رو داشتیم، اینا باعث شده که تحلیلگران
در درون رژیم بیان نتیجه گیری کنن. من این رو از رو میخونم. این بار اعتراضات شدیدتر و همراه با خشونت خواهد بود و میتوان از آن به عنوان یک ابر جنبش اعتراضی در کشور یاد کرد که بیشتر اقشار فرودست و متوسط جامعه در آن حضور خواهند داشت. ولی با توجه به این اعلام خطرهایی که خود مقام‌های رژیم، رسانه‌های رژیم، کارگزارانش و تحلیلگرش ارائه میدن و میگن، چنین تحول احتمالی آیا در جریان و پروسه کرونا رخ خواهد داد یا بعد از اون؟ چون خود افراد رژیم همش از پسا کرونا نام میبرن، یعنی دوران بعد از کرونا. به هر حال این در دوران کرونا میتونه اتفاق بیفته یا الزام حتما بعد از اون باید باشه؟ خیلی درست میگین. این اندیشکده ها و افراد وابسته به رژیم سرمایه گذاری یا به اصطلاح در واقع اون تهدید اصلی رو که دارن پیش بینی میکنن متمرکز هستن روی پسا کرونا و بعد از اینکه بحران کرونا از سر گذرونده بشه و اون انفجار رو در اون موقع در واقع محاسبه میکنن. ولی هستن تحلیلگرا و نویسنده هایی در درون رژیم که معتقدند که این در دوران خود بحران کرونا این فرضیه میتونه در واقع واقع بشه. وقایعی مثل شورش هایی که در زندان ها در هفته های اخیر اتفاق افتاد بیشتر این فرضیه رو در میان این تحلیلگرا برجسته کرده. اونها در واقع همچنین میگن که این لحظه ممکن که قیام شعله ور میشه یک فاجعه عظیم و قریب الوقوعی رو خواهد داد که شاید در جریان مرگ و میر گسترده ناشی از کرونا صورت بگیره و حاصل اون این باشه به قول اونها که نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. بله، به واقع اگر چنین گزینه پیش بیاد نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان. خیلی ممنونم از توضیحات شما. به طور کلی آقای توران و آقای علوی در این برنامه فرضیه های پیش رو و چشمنداز ها برای ایران ما و وضعیت رژیم آخوندی رو در عرصه های اقتصادی، سیاست خارجی و جنبش های اجتماعی پیش روی ما قرار دارن و توضیحاتی حول این سرسه دادن. طبعا ما میتونیم با دنبال کردن اخبار و تحولات ببینیم که به کدوم سمت پیش میریم و فهم عمیق‌تری داشته باشیم از هر کدوم از این فرضیه‌ها و بتونیم بفهمیم که وضعیت به کدوم سمت و سو پیش خواهد رفت. خیلی خیلی تشکر میکنم از اینکه در برنامه ماتریس شرکت کردین و همچنین ممنونم از شما بینندگان عزیز سیمای آزادی که با ما همراه بودید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدایا رو نگهدار همگی.